رابطه مصلحت و حقیقت چیست؟ آیا در دنیایی که مثال‌های فدا کردن حقیقت به نفع مصلحت را روز به روز پیش چشممان می‌گذارد، می‌توان از رابطه‌ای سالم بین مصلحت و حقیقت سخن گفت؟ سلام. برای صحبت از مناسبت مصلحت و حقیقت لازم نیست جای دور رفت. هر کدام از ما در زندگی روزمره با تناقض‌هایی روبرو می‌شویم که مصداق بارز تنش بین این دوست. مرتب در نوسان بین انجام یا عدم انجام کاری و گفتن یا نگفتن چیزی هستیم. مرتب از خود می‌پرسیم در این مناسبت کدام را باید ارجحیت شمرد؟ تنش بین مصلحت و حقیقت آنگاه که در حوزه روابط شخصی است شاید در همون حوزه شخصی باقی بماند و هزینه های انتخاب ناشایست چندان فراتر از خود و اطرافیان خود نرود. اما آنجا که صحبت از زمامداری می شود و آنجا که سیاست ها و انتخاب های کلان در میان است، رابطه مصلحت و حقیقت به پرسشی عمومی تبدیل می شود. بر چه اساس یک سیاستمدار یا نظام سیاسی یک جانب از این ماجرا را ارج می‌نهد؟ ولی آیا مصلحت و حقیقت همیشه در دو قطب ناسازگار قرار دارند و نمی‌توان شرایطی را متصور شد که در آن مصلحت در خدمت یک حقیقت غایی باشد؟ این موضوع را با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. وریا امیری، دانش آموخته فلسفه از دانشگاه لندن، می‌گوید بهترین گزینه چسبیدن به حقیقت و نیفتادن در دام مصلحت اندیشی است. اما فرهاد گوهردانی، پژوهشگر اقتصاد توسعه در یورک بریتانیا، معتقد است نمیتوان با حکمی پیشینی و قاطع سراغ معادله مصلحت و حقیقت رفت. خیلی خوش آمدید آقای امیری. شما ما بگو که بر چه اساس به این حکم رسیدی که در این مناسبت هیچگاه نباید حقیقت رو فدا کرد و همیشه حقیقت رو باید بر بام بلند نهاد و مصلحت نباید بیاد حقیقت رو فدا کنه؟ اگر اجازه بدید من چند تا نکته در باب خود حقیقت و مفهوم حقیقت و اینکه من چگونه میخوام حقیقت رو در بحثم استفاده کنم بگم. یک جایی انسان به یک توانایی رسیده که این توانایی حساب و کتاب درش هست، یعنی ما یاد گرفتیم که بین دو پدیده الف و ب ببینیم آیا با هم برابرن یا نه. این تبدیل شده به یک چیزی که ما بهش میگیم عقل. کم کم به اون سمت رفته. ما از طریق ابزار عقل شروع کردیم به فهمیدن جهان و از طریق فهمیدن جهان توانستیم به گونه خودمون رو هماهنگ با جهان بکنیم که بتونیم از قوانین این جهان استفاده بکنیم برای اینکه زنده بمونیم، برای اینکه پیشرفت بکنیم. و کم کم شروع کردیم باور ساختن نسبت به این جهان، یعنی و بعد این باورهایی رو که ما از نسبت به جهان ساختیم در طول پروسه تجربه های ادراکیمون، این باورها رو ازشون استفاده کردیم برای ساختن باورهای بعدی. حالا بعضی از این باورها درست هستن، بعضی هاشون نادرستن. من کلمه درست و نادرست به کار میبرم، صادق و ناصادق رو نمیگم، چون رو در مورد استدلال میخوام بگم. استدلال ها بر اساس باورهای اولیه ما. حالا من میخوام این ادعا رو بکنم که هر چقدر باورهای ما به حقیقت، یعنی به آنچه که جهان نزدیک است، اینجا منظورم از حقیقت یک حقیقت فلسفی یا حقیقت ریاضی نیست یا حتی حقیقت اخلاقی نیست، حالا ما هر چقدر باورهامون به آن جوری که جهان کار میکنه نزدیکتر باشه، ما زندگی سالمتری داریم، خوشحالتریم، ذهن سالمتری داریم. و حالا بعدا در طول برنامه بیشتر توضیح میدم، ولی اساس روانکاوی و روانشناسی هر دو اینا، یکیش بر حقیقت یکیش بر واقعیت، یعنی روانکاوی میکوشه که در ضمیر ناخودآگاه شما کشف بکنه حقایقی رو که اونجا ذخیره کردین، بیاره جلوی چشمتون بذاره، بگه شما جهان رو از طریق این حقایق میبینین و سالمتر باشین. و روانشناسی میاد واقعیت رو جلوی چشم شما میذاره، میگه واقعیت رو ببین و سعی کن قبولش بکنی و بعد تبدیلش بکنی به حقایقی که اون پشت ذخیرش میکنی. حالا اگر ما یک جایی تو این مسیر به گونه‌ای باورهامون تغییر بکنه که از واقعیت فاصله بگیره و تبدیل به حقایقی بشه که توی ذهن ما وجود داره، ما کم کم از جهان واقعی فاصله میگیریم. من یک جمله اینجا فقط از ویتکنشتاین بگم. ویتکنشتاین توی شروع کتاب اولش میگه جهان
همه امور واقع است، یعنی به مجموعه امور واقع است، همه مجموعه گزاره هایی است که داره حرف درستی در مورد این جهان میزنه. حالا هرچی این گزاره ها درست‌تر باشن، جهان ما متعادل‌تر، درست‌تر و منطبق‌تر بر واقعیت. هرچی این گزاره ها اشکال داشته باشن با واقعیت، ما فاصله میگیریم، دچار افسردگی میشیم، دچار اختلال شخصیت میشیم، دچار مشکل با دیگران میشیم. حالا من این قضیه رو میخوام بسش بدم و در طول بحثم در ادامه بحث بگم که ما وقتی به سیاست هم میرسیم، سیاستی که اساسش بر گزاره هایی نباشه که این گزاره ها منطبق بشن بر جهان، باعث میشه تصمیماتی تو این سیاست گرفته میشه که ما فکر میکنیم در لحظه حتی مصلحت است، اما در حقیقت داریم به ضرر. من در حقیقت میخوام استدلال بکنم که مصلحت در حقیقت یعنی انکار حقیقت، یعنی دروغ گفتن، دروغی که ما در لحظه داریم میگیم برای اینکه حقیقت یا دردناکه یا به ضررمونه یا در جهت منافعمون نیست، یا فکر میکنیم در جهت منافع ملی نیست، که باز من فکر میکنم منافع ملی رو باید یه مقدار بعداً در طول بحث دوباره بهش فکر بکنیم که چطور تعریف کنیم. برداشتم از حرف شما درسته که معتقد هستید که آدم‌ها کم کم به این نتیجه رسیدن که در نهایت هر چه به حقیقت وفادارتر باشن، در نهایت مصلحت قاییشون هم تأمین خواهد شد. من دقیقاً میخوام به اینجا برسم و فکر میکنم مثلا هدف فلسفه و هدف علم از شروع این بوده که به حقیقت نزدیکتر بشه، یک پرده از اسرار این جهان رو کنار بزنه و ما رو به حقیقت نزدیک بکنه. چون اگر قرار باشه ما بفلسفیم ولی به سمت دروغ بفلسفیم، که نظام فلسفی ما باطله واقعا. شما آقای گوهردانی موافق نیستید و معتقد هستید که نمیشه با چنین حکمی، یعنی حقیقت هیچ وقت فدا نشود، رفت سراغ امور روزمره از جمله سیاست؟ بله، این ما در از اندیشه و حکمت ایرانی هم و شعر ایرانی هم میبینیم. مثلا در گفته سعدی میبینیم که به طور خاص میگه که دروغ مصلحت آمیز به از راست مفسد انگیزه، و این یکی تعارض یا دوگانه مصلحت به حقیقت، یه دوگانه میشه گفت جهانی هست، یعنی در همه فرهنگ ها وجود داره، یا دروغ و راست. و وقتی که سعدی این رو مطرح میکنه، در اصل چهار نوع رابطه رو مطرح میکنه که دروغ و افساد و راست و اصلاح، دروغ و اصلاح و راست و افساد. یعنی شما این چنین نیست که همیشه حقیقت به اصلاح بیانجامه، ممکنه به فساد بیانجامه. دقیقاً، یعنی به ضد خودش تبدیل بشه. یعنی یه موقعیت‌های استثنایی هست. در وضعیت طبیعی و عادی بشر دروغ مساوی هست با افساد و راست مساوی هست با اصلاح. ولی در شرایط استثنایی پیش میاد و نادر و کمیاب که این رابطه معکوس میشه. اونم به خاطر مسئله فلسفیه که شما هر قاعده ای داشته باشید و هر هنجار اجتماعی داشته باشید، هر نرمی داشته باشید، همیشه با استثناء همراهه. یعنی اینا لازم و ملزوم هستن، همدیگه هستن. اونم به خاطر اینه که شما یه مدل های ذهنی از جهان دارید، بر به خاطر وجود زبان شما در جهان های متفاوت زیست میکنید. آقای امیری که به ویتگنشتاین اشاره کردن، ایشون ویتگنشتاین اول رو گفتن، ویتگنشتاین دوم معتقد به این که ما در جهان‌های مختلف زیست می‌کنیم، forms of life رو مطرح می‌کنیم، و اینکه ما در درون در از بازی‌های زبانی متفاوت زندگی می‌کنیم. یعنی ما هیچ وقت شکاف بین اون چارچوب‌های ذهنی خودمون و تجربه‌های زیستی خودمون با واقعیت اینه هیچ وقت نمی‌تونیم کار کنیم. بخاطر همین هم می‌بینیم به این معنا دارید این رو میگید که شکاف بین واقعیت و حقیقت رو هم نمیشه هیچ وقت پر کرد، چون همیشه به قول خودتون جهان‌های مختلف هست که بله، چون ما جهان انسان چینی، انسان هندی، انسان ایرانی هم در تاریخ خود این انسان‌ها هم در جوامع مختلف متفاوت بوده. خود انسان قدیم، ولی این دیدگاه شما به نسبی‌گرایی نمی‌رسوندتون، یعنی دارید میگید که جهان‌های متفاوت شاید حقیقت‌های متفاوت داشته باشن. منظورتون مثل این حقیقت‌ها از جنس تحول خودجوش درونزای روابط انسانی بوده که طراح و مبدع و مبتکری نداشته، کسی اینا رو طراحی نکرده، در دل زیست انسانی جوشیده. همچنان که درخت ها در اکوسیستم های مختلف شما می‌بینید درخت ها جانوران مختلفی هستند، حقایق مربوط به یه جهان انسان هندی که درش مثلا گاو خوردنی نیست و مقدسه، با انسان ایرانی، با انسان غربی با هم متفاوته. و در درون این هست، به خاطر تعارض بین
حقایق مختلف، چون بعضی حقایق بزرگ داریم، حقایق کوچک. مثلا ما در همین مسئله کرونا دیدیم که شما اقتصاد تعطیل شد به خاطر اینکه حقیقت بزرگتری به نام سلامت. خب پس بنابراین اینجا مصلحت اقتضا کرد که اقتصاد فدای یک حقیقت بزرگتر بشه. خب وقتی این تعارض پیش میاد، تعارض منافع پیش میاد، شما مجبورید که حقیقت‌های کوچکتر رو که اقتصاد، حیات اقتصادی افراد هست، فدای حقایق بزرگتر بکنید، که همون میشه مفهوم مصلحت. آقای امیری، شما این برداشت قبول دارید که ما حقیقت‌های متفاوت، حقیقت‌های کوچکتر و بزرگتر داریم، حقیقت‌هایی داریم که قایی هستن؟ در حرف شما هم به یه شکلی این نهفته بود که مصلحت قایی ما خب در اینی که به حقیقت وفادار بمانیم. به این معنی میشه گفت که مراتبی از حقیقت وجود داره و اینجاست که مصلحت وارد میشه. یعنی مصلحت میاد میگه که بهتر من این حقیقت رو، مثال بزنیم، مثلا راستگویی به دوستم رو، حقیقتگویی به دوستم رو کنار بگذارم، پامال کنم، برای اینکه خوردش نکنم با یک مثلا خبری که نیازی نیست الان بهش بگم. این یه مثال خیلی ساده شه البته، ولی در زندگی روزمره اتفاقا می‌خواستم بگم بیش از استثناها، بیش از موارد نادر پیش میاد دیگه از این چیزا. اگر من به عنوان مثال باور دارم که مثلا دموکراسی بهترین گونه فرم حکومت است در جهانی که توش زندگی میکنم، اما برای اینکه به دموکراسی برسم حاضرم دروغ بگم و انکار بکنم یک جای دموکراسی رو، از استبداد دفاع بکنم، یک جایی من دارم حقیقت رو، یعنی حقیقتی رو که بهش باور دارم باش به مشکل میخورم، دارم نقضش میکنم و از همینجا تناقض شروع میشه. من حتی میخوام تا این حد خیلی تند پیش برم و بگم که ریشه تمام امور غیر اخلاقی یک جایی وقتی خیلی ما میکنیم و پایین میریم، از تهمت بگیری تا استفاده ابزاری از انسان بگیری تا قتل و خشونت و جنگ ها بگیرید، همه اینها وقتی خیلی عمیق میکنیم و میریم پایین، به یک جایی میرسیم که در یک گزاره یا چند گزاره یا چند ده یا چند هزار گزاره یک جای حقیقت نقض شده. در مورد مصلحت هم که فرمودن اشاره به سعدی کردن، من میفهمم ما در فرهنگی زندگی کردیم که اولویت حقیقت نبوده. من میفهمم ممکنه برای یک آدم این باشه که من اولویت برام راحتی است، شادی است، کمان که بسیاری از دیندارها استدلالشون همینه که من با دین حال خوبی دارم، چرا باید به دنبال حقیقت برم؟ استدلال من اینه که وقتی من از طریق بازی که، یعنی بازی زبانی که توش دین و خداوند وجود داره، به جهان نگاه میکنم، جهانم دیگه مطابق با جهان واقعیت نیست. بله. آقای امیری میگه که اگر شما حقیقت رو فدای مصلحت کنی، ممکنه در نهایت به این نتیجه برسی که همیشه برای رسیدن به هدفی وسایلی رو پیدا کنی که منافی اون هدف باشن. همون بحث هدف و وسیله که آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نه. واقعا چنین نیست؟ یعنی اگر شما مصلحت جویی پیشه کنی، ممکنه بگی که آها این حقیقتی که من بهش اعتقاد داشتم الان در مرتبه فروتری قرار میگیره، برای اینکه من باید این کارو بکنم، و مدام به این ترتیب از هر وسیله استفاده میکنی برای اینکه گمان میکنی از این طریق به اون هدف خواهی رسید و در نهایت خود اون هدف هم لوس خواهد شد دیگه. اینجا مسئله بحثی که شما مطرح، مسئله سوء استفاده از رابطه مصلحت و حقیقت هست، که همیشه در هر پدیده امکان سوء استفاده هست و این سوء استفاده رو از طریق اجماع، شما بحث سه تا تئوری در مورد امور اخلاقی هست، تئوری کانتی هست که اصولگرایی کانتی هست، تئوری پیامدگرایی هست و تئوری در از قراردادگرایی. خب اینجا شما وقتی اجماع داشته باشید، قرارداد اجتماعی، توافق شکل بگیره، رضایت شکل بگیره حول یه محوری، مثلا همین توافق سلامت بر اقتصاد در این جامعه، شما زمامداری میکنید وقتی این ایثار یا فداکاری رخ میده، یه چیزی فدای چیز دیگه میشه، جامعه میپذیره. در ایران هم مسئله کرونا باعث شد که تعطیل شد و در اصل اونجا یه اجماعی شکل گرفت و بر اساس اون اجماع اون رفتار پذیرفته شده. ولی در مسئله مثلا همون مسئله بنزین و افزایش قیمت بنزین، اون اجماع شکل نگرفته بود و در از پشت صحنه مردم در از بالغ تلقی نشده بودن، برشون تصمیم گیری شده، با مردم مشاوره نشده بود. یعنی فکر میکنید چیزی که میتونه مانع بشه از
رفتن مصلحت گرایی به سمت منفعت جویی این اجماعه. این اجماع باعث میشه مصلحت جویی تبدیل به یک روند بیدر و پیکری، به یک رویه بیدر و پیکری. ولی این اجماع، آخه این اجماع در همه جا به دست نمیاد و همیشه هم زمامداران بر اساس اجماع این کارو نمیکنن. بذار من یه مثال براتون بزنم. من رفتم و در صحبت‌های آیت الله خامنه ای یه تکه ای از حرفاش رو در سال 88 در جمع نخبگان علمی در آوردم. آقای خامنه ای میگه این تقابل حقیقت و مصلحت جز و اون حرفهای محکم نیست، خود مصلحت هم یکی از حقایق است. اینجور نیست که هرچه اسم مصلحت رویش بود این یک چیز منفی باشد. بعضی اینجور خیال میکنند آقا مصلحت اندیشی میکنید. خب بله، گاهی انسان مصلحت اندیشی میکند. خود مصلحت اندیشی یکی از حقایقی است که باید به اون توجه داشت. این جزء مسلمات و واضحات اسلام است. خب ما میدونیم مصلحت اصلی در جمهوری اسلامی برای رهبر جمهوری اسلامی و همینطور رهبر پیشینش چیه؟ حفظ نظام. مشکل جامعه ایران اینه که یه جامعه حابزی، ما دو نوع جامعه داریم، دست نوع جامعه داریم. یه جامعه اجماعی هست، جامعه حابزی هست و جامعه نیم اجماعی نیم حابزی هست. جامعه ایران به خاطر اینکه راشن منظور از حابزی چیه؟ جامعه حابزی که داره جنگ همه علیه همه است. شما یه چارچوب های اجماعی وجود نداره که همه حول اون بونه، مثل قانون اساسی که درش حول اون جمع بشن و بعد اختلافات و خشونت با ارجاع به اون اجماع در مبانی بتونن حل بکنن. این جامعه حابزیه. بله، این جامعه حابزیه که شما مجبور میشید از طریق ارعاب، تهدید و تطمیع اون جامعه رو اداره کنید. جامعه ما به خاطر بینابینی و تأخیری بودن در ظرف 200 سال اخیر، مستقل از اینکه چه حاکمی حاکم بوده، چه نوع حکومتی حاکم بوده، همیشه دچار این تعارض ها، تزلزل ها و تذبذب ها بوده. به خاطر این تو مبانی نتونسته، مبانی فلسفی بنیادی، مثلا در رابطه با غرب که چجوری باید، با مسئله جایگاه زن یا مسئله بانک و ربا، اینا چون در این مقولات همیشه اختلاف اجماع وجود نداره، در نتیجه مصلحت اندیشی میشه چیزی که در نتیجه مصلحت اندیشی بر اساس حسن نیت حاکم زمامدار هست که در اصل یه مجموعه زمامداران، اونجا هم شما گروه های مختلف دارید در مجموعه زمام، بر اساس حسن نیت اونها هست که جامعه هم تشخیص میده حسن نیت اونها رو، و اگر حسن نیت نداشته باشن واکنش نشون میده. آره، یعنی رپیتیشن، یعنی شهرت منفی که خود چیز ماکیاولی هم داره که فصولش مطرح میکنه که حاکم رو میترسن از اینکه شهرت بد نداشته، مردم از این متنفر نشن. این تنفر خودش که از عوامل بازدارنده که شما از یه چارچوب هایی خارج نشید. ولی جایی که ابهام هست اونجاست که کسایی که نیت های شر دارن میتونن سوء استفاده کنن. ببینید چند تا نکته بود. یکی در باب ماکیاولی که اصلا به نظر من ماکیاولی رو نباید این گونه بهش نگاه کرد که ماکیاولی میگه که آقا شما دروغ بگو برای اینکه به همچین قدر، یعنی انقدر فقط به این سادگی نیست که میگه دروغ بگویید برای اینکه به فلان هدف شخصی برسید. ماکیاولی معتقد اون ایتالیای تکه پاره شده که از اون طرف آلمان ها، از اون طرف فرانسوی ها، لردهای فرانسوی حمله کردن، ما برای اینکه بتونیم به عنوان یک ملت به یک سعادتی برسیم احتیاج داریم به کسی که یک توانایی هایی رو داشته باشه و بتونه از در حقیقت از روی یک سری از کدهای اخلاقی عبور بکنه، به جاش دروغ بگه، به جاش خیانت بکنه، ولی بتونه ایتالیا رو متحد بکنه. و حالا اون بحثای ماکیاولی، ولی داره به یک مدلی از مصلحت اشاره میکنه. ولی آقای امیری، ماکیاولی دقیقا همون کاری رو میکنه که شما میگید نباید کرد. ماکیاولی میگه که سیاست و اخلاق جدا هستن. میگه علم سیاست رو به کسانی که نخبه درش هستن واگذار کنید و اخلاق رو واردش نکنید. من موافق، اصلا من نمیخواستم از ماکیاولی دفاع کنم. یعنی مصلحت اندیش در حد اعلا ماکیاولیه. بله بله بله. و نکته اینجاست که وقتی شما مصلحت اندیش میشید نمیتوانید اعتراف بکنید مصلحت اندیشی. همین جاست که مشکل با حقیقت میفته. یعنی وقتی آقای خامنه ای میگن مصلحت هم نوعی از حقیقت است، اینجا دارن یک مشکلی با حقیقت ایجاد میکنن، یک مغالطه سمانتیک، مغالطه معنایی انجام میدن. یکی از ابزارهایی که ما حقیقت رو همیشه مخدوش میکنیم مغالطات زبانی است. یکی از راهاش اینه که ما از طریق بازیهای زبانی به گونه حقیقت رو تغییر میدیم که در ذهن مخاطب یک چیز اشتباهی به جای حقیقت شکل میگیره. آقای خامنه‌ای دارن اینجا این کار میکنن، یعنی به یک
پدیده‌ای به نام مصلحت میگن این هم یک گونه‌ای از حقیقت است. مصلحت یعنی آقا من در لحظه آنچه که صلاح میدانم رو انجام بدم و دروغ بگم. مثلا من دیکتاتور هستم، شما من به اونجا میخوام برسم که میگم هیچ دیکتاتوری بدون دروغ، بدون انکار حقیقت نمیتونه دیکتاتوری بشه. این یه نوع اصولگرایی کانتی مطلقگرایی اخلاقی اینجا وجود داره که خیلی خطرناک، که خیلی خطرناکه که به ضد خودش هم داره. شما آیخمن رو اگه به فرد مشهوری که در چی کشتار نازی مشهور خودش رو کانتی معرفی کرد، خب دادگاهی که گفتن کانتی بودم، البته سوء استفاده هانارن میگه این سوء استفاده از کانت است، ولی چرا خودش رو یک با یک شخصیت اخلاقی چه میخونده ولی ربطی نداره. بحث اساسی نه، بحث اساسی اینه که شما وقتی یک نوع التزام کورکورانه به یک سری قواعد پیدا میکنید و ظرفیت ها و ظرافت های عینی رو که پیچیدگی های زیادی داره و فیلسوف معاصر که به تازگی فوت کرده اسکروتن همین رو مطرح میکنه، میگه معماهای اخلاقی که ما مطرح میکنیم در اصل پیچیدگی ها و ظرافت های عینی واقعیت رو در نظر نمیگیره، که ما در هر موقعیتی ده ها پارامتر حتی ما نمیتونیم اونا رو به زبان بیاریم ولی حسشون میکنیم، در اصل اینو مهارت اخلاقیه. و یعنی بحث اساسی اینه که پیچیدگی های واقعیت عینی چه به لحاظ خودآگاه و ناخودآگاه و بحث مهارت های اخلاقی یک جوری هست که ما هیچ وقت نمیتونیم خودمون رو به طور مطلق پایبند به یک اصل اخلاقی بکنیم که استثناء ناپذیر. اگه این کارو بکنیم به ذبح خودن حقیقت منجر میشه. مثلا آقای امیری، خیلی از نظام های سیاسی، خیلی از رهبران سیاسی در قرن بیستم که در واقع مصلحت گرای صرف شدند و فقط و فقط حفظ سیستم خودشون یا حفظ خودشون براشون مهم بود، با حقیقت جویی در حد اعلی اومدن وسط. بله. یعنی شما بلشویک‌ها رو نگاه کنید، خود نازی‌ها، اینها به یک حقیقت مطلقی البته در این وسط بسیاری از حقایق نقض شد تا آقای هیتلر هیندرمن رو گذاشت کنار. آیا این نشون نمیده که این شکل از حقیقت طلبی، چون وقتی شما میگید حقیقتون بالاست دارید میگید حقیقت رو من میفهمم، حقیقت رو من دارم، این میتونه خطرناک باشه. نظام هایی خطرناک تر شدن که معتقد بودن حقیقت تو جیبشونه. من اصلا معتقد نیستم حقیقت در جیب ماست. به کانت اشاره کردم، من فقط یه توضیح کوتاه برای مخاطبین بدم. کانت به یک مدلی از اخلاق نگاه میکنه که میگه آقا ما از طریق عقل و از طریق قوای عقلیمون و تعقلمون میتونیم وظایف اخلاقیمون رو تشخیص بدیم، و وقتی وظایف رو تشخیص دادیم دیگه نباید درگیر هیجانات بشیم، از طریق هیجانات نباید فکر کنیم یه امری اخلاقی است، باید وظیفه‌ام رو تشخیص بدیم و انجامش بدیم. من نمیخوام مشخصا از این سیستم دفاع کنم، من سیستم پیامد، یعنی یک مدلی از کنشالیسم که رول قاعده مند هست میخوام میتونی بگید پیامدگرایی چیه؟ پیامدگرایی یک مدل که اشاره کردم، یک مدل دیگری از نظام اخلاقی است که نگاه میکنه به نتیجه عمل شما. یعنی نتیجه عمل شما اگر خوب بود میگه این عمل مثبتی بود، اگر نتیجهش خوب نبود میگه عمل بدی بود. سیستم اولی که قدیمی تره فضیلت گرایی است که سقراط میگه آقا بعضی ها دروغ گفتن، ببخشید، راستگویی فضیلت است، شجاعت فضیلت است، بخشندگی فضیلت، ما باید به سمت فضائل بریم، رذایل رو کم کنیم. من با اون سیستم وارد نمیشم. برداشت من این است که پیامدگرایی که میگه به نتیجه نگاه کنید، این خیلی با اعتقاد به حقیقت قایی رو مد نظر داشتن نمیخونه. این دوتا با هم چندان جمع نمیشه. پیامدگرایی در واقع نوعی پرگماتیسم، نوعی عملگرایی، میگه به این فکر نکن که چی حقیقت داره چی نداره، به این فکر کن که حاصل این عمل خوبه برای بیشترین جمع آدمیان، که اون وقت نسخه دیگه‌اش میشه فایده‌گرایی. ما توی اون نسخه فایده‌گرایی یعنی شما به هیچ قاعده‌ای شما نگاه نمی‌کنید. شما می‌بینید یک عملی، مثلا 50 نفر آدم اینجا وایسادن، 2 نفر آدم اینجا وایسادن، ما انتخاب اگه قرار بین این دو گروه یکی کشته بشه، ما 2 نفر انتخاب می‌کنیم برای اینکه زندگی و شادی 50 نفر رو. بله، این نگاه پیامدی فایده‌گرایی است. اما بگذاریم، بحث این ماجرا خیلی مفصل‌تر، چیزی به اسم رول یوتیلیتریانیسم داریم که در این فایده‌گرایی بر اساس یه اصولی. من می‌خواستم از همین دفاع کنم. من می‌خواستم بگم من از نوعی از فایده‌گرایی دفاع می‌کنم که حقیقت به عنوان قاعده پشتش است. یعنی من قرار نیست که حقیقت رو در هر موقعیتی بتونم، یعنی حقیقت اولویت اول داره. حتما می‌پذیرم
پذیرم یک جای تدبیر رو. تدبیر رو با مصلحت من این دو تا رو جدا میگیرم. مثلا شما پیش روانکاو میرید و اگر اختلال شخصیت حالا من داشته باشم برم پیش روانکاو، او اگه به من بگه آقا شما از همون جلسه اول از خود شیفتگی رنج میبری، این درسته که ممکنه حقیقت رو من گفته باشه، اما با فایده ای برای من نداره. منو تبدیل به کسی میکنه که جلسه رو بذارم و برم. مشکل اساسی بحث آقای امیری یا که مفروضات اساسیش اینه که مشکل جوامع انسانی، جنگ ها، بحران ها و دیکتاتوری ها برمیگرده به جنگ بین حق و باطل. اینکه شما حقی رو تشخیص میدید و بعد اون رو نادیده میگیرید. در حالی که بحث اساسی اینه در ظرف 200 سال اخیر تاریخ معاصر نه فقط ایران جنگ بین حقایق بوده. ما کتاب های زیادی نوشته شده که چرا انسان های خوب همدیگر رو میکشن، انسان هایی که به حقایق باور دارن ولی چون حقایقشون با هم متفاوته، در ظرف های تاریخی متفاوت رویده و اونها هم باش خو کردن و عادت کردن بهش، اینا میام در جنگ و تعارض با همدیگه قرار میگیرن. دنیای معاصر ما به طور خاص اینجوریه. شما جنگ چین رو ببینید با مثلا غرب، یا جنگ دنیای اسلام رو ببینید با غرب. چرا فردی که با آرمان های بسیار زیبا میاد و جامعه هم پشتش قرار میگیره با انقلاب های بزرگ میان، بعدل تبدیل به ضد خودش میشن؟ این به خاطر این نیست که این افراد بر اساس به طور شخصی استالین یا لنین یا هر فرد دیگه، آقای خمینی یا هر فرد دیگه تصمیم میگیرن که بر اساس منافع شخصی عمل کنن. اینها به خاطر تعارض های درونی جامعه که جنگ بین حقایق در درون جامعه وجود داره و جبهه بندی های گسترده ای شکل میگیره که اگه شما رها کنید جنگ همه علیه هم میشه و متلاشی شدن اون جامعه منجر میشه. اینجاست که از برایند این نیروها یک نیروی قدرتمند میشه و مجبور میشه که نیروهای دیگر رو سرکوب بکنه. خب پس شما به خاطر این تعارض ها، نه به خاطر اینکه اجماع قابل شکلگیری نیست، شما جنگ بین حقایق وجود داره. شما اجماع میگید نکته اساسی من میخوام اینجا بگم که آسیب شناسی دیکتاتوری رو شما باید ببینید که چرا این پدیده رو رخ میده. چرا به قول همونجوری که شما گفتید بسیاری از آرمانگراها اومدن و تبدیل به ضد خودشون شدن؟ نه، این به خاطر رابطه حقیقت مصلحت نبوده، به خاطر جنگ حقایق در درون اون جامعه بوده. ادعای شما این است که اگر ما انسان‌ها رو آزاد بگذاریم که خودشون انتخاب بکنن، یک جایی ممکنه با سر تو چاه بیافتن. من میگم اتفاقا باید جامعه رو آزاد گذاشت که با سر به چاه بیفته. حد اکثر بدترین حالتش اینه که یک جامعه ای رو ما آزاد بذاریم که اراده ملی همونطوری که روسو ازش حرف میزنه حاکم بشه و بعد این اراده ملی تصمیم بگیره با کل جهان بجنگه. ایبی نداره، داره تجربه میکنه و به جهان درس میده و از جهان درس میگیره. فوقش اینه که یک ملتی تجربه بسیار سختی میکنه، با سر به دیوار میخوره و بعد برمیگرده و دوباره فکر میکنه. اما وقتی ما یه ایده رو داریم که به جای یک ملتی تصمیم میگیرن، اولین مشکلی که پیش میاد دیگه مشروعیت ندارن. یعنی شما در دیکتاتوری اولین مشکلی که وجود داره مشروعیت ندارید و این حق رو به مخالف میدید که به هر ترتیب غیر دموکراتیکی شما رو به زیر بکشه. حق انقلاب بهش میدید، حق خشونت بهش میدید و در دموکراسی این حق ایجاد نمیشه. چرا؟ چون حقیقت انکار نمیشه. شما وقتی میگید که به یه جاهایی باید گذاشت جامعه برن خطا بکنن، یه جایی گذاشت باید گذاشت مسیر پیش بره و باید به حقیقت قایی وفادار بود و با مصلحت اندیشی مانع نشد، من یاد کسی میندازه که بحث حقیقت و مصلحت رو در علوم سیاسی کرد، مایکل والزر، و اومد گفت که این در موقع معاصرم هست، استاد علوم سیاسی، اومد گفت که در اوایل جنگ دوم جهانی وقتی متفقین خواستن شهرهای آلمان رو بمباران کنن، با یه پرسش اخلاقی مواجه بودن. از یک طرف میدونستن که تعداد زیادی غیر نظامی از بین میره و این با حقیقتی که خیلی‌ها بهش اعتقاد دارن خب ناسازگاره دیگه. نباید غیر نظامی رو، جان بیگناه رو نباید گرفت. این اون بالاست، یک حقیقت قاییه برای شما. خب ولی میگه مصلحت در این بود که این کار رو بکنن. اجازه بدید، میگه مصلحت در این بود. چرا؟ برای اینکه نازیست میگه که was a threat to the whole civilization and the way people live، یعنی امحاء بشریت یا
در واقع نابود کردن شیوه زیست بشریت اینجا در میان بود. در واقع داره تناقض اینجا هست دیگه، اون حقیقت رو زیر پا. البته راجع به بمباران ماهای آخر جنگ صحبت نمیکنه که بحث جداییه، درزدن شما نمیگه، بله درزدن رو نمیگه، ماهای اول جنگ رو. در واقع اونجا مصلحت چربید بر حقیقت. من همین مثال به بحث خودم بیارم، توی بحث خودم نه، بذارید روی این مثال ببینیم. آیا اشتباه میکنه مایکل در مورد همین مثال؟ من بگم شما یک سیستمی رو دارید که ارتش داره و این ارتش نماینده یک ملتی است که شما از این ملت اجازه گرفتین و سرمایه های این ملت استفاده کردین، ارتش ساختین، جلوی یک ارتش دیگری که متجاوز است قرار گرفتین. حالا شما تشخیص میدین که در شرایطی باید بمباران بکنین. در این شرایط اگر شما حقیقت رو بگید، بگید آقا ما مجبوریم در این شرایط انقدر آدمو قربانی کنیم و حقیقت اینه، کار دیگری نمیشه کرد. شما حقیقت رو برای جهانیان مسئله رو بله به مردم حقیقت رو بگی، بگی چرا این مصلحت رو برگزیدی، داری اینو میگی دیگه. دقیقاً بذاری تاریخ قضاوتشو بکنه. نه اینکه شما منظور من چیه آقای امیری، منظور من اینه که اگر به فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی شما وفادار باشیم، اون کسایی که بمباران کردن شهرهای آلمان رو و هزاران غیر نظامی رو از بین بردن، اونها کار خطایی کردن و باید محاکمه بشن. در صورتی که خود شما الان میگید که باید حقیقت رو مردم بگن و بر اساس اجماعی که موجوده این کار باید انجام میشد، برای اینکه نازیسم بر کل کره زمین ممکن بود تحاکم بشه. من فکر میکنم لزوما در از بحث من نتیجه بشه که حتما اون بمباران غلط بوده. ممکنه نتیجه گرایانه اگر نگاه بکنیم، همونطور که آمریکایی‌ها توجیه کردن بمباران هیروشیما و ناگازاکی رو، دیگه به کلی از نظر مایکل وارزن محکومه. بله بله بله، برای اینکه اون هیچ توجیهی نداشت. اونا گفت، ولی آمریکایی‌ها دقیقاً مصلحت به کار بردن، اومدن یک شرایطی رو زودتر تموم بکنن و چگونه حقیقت رو تغییر دادن. آیا به این ترتیب ما انواع مصلحت نداریم؟ یک مصلحت در ابتدای جنگ دوم جهانی این بود که اون شهرها بمباران بشن، وگرنه نازیسم بر همه جا حاکم میشه. مصلحت دیگه که نوع شاید زرد مصلحت بود، نوع خطای من این بود که اون شهرهای ژاپن با بمب اتمی نابود بشه، برای اینکه ژاپن به کلی از پا در بیاد. این دو جور مصلحته. من هر دوش به نظرم از یک قاعده پیروی می‌کنم، یعنی در هر دو تا مورد اگر که شفاف به حقیقت گفته بشه، بگه آقا ما به این دلیل که فکر می‌کردیم 3 میلیون آدم کشته میشن، 500 هزار نفر آدم تو ژاپن کشتیم، حالا چند صد هزار نفر، برای اینکه به این دلیل این کارو کردیم و اینم شرایطشه، اینم داکیومنتاشه، اینم پیامیه که آقای پس میشه از این حقیقت‌های قایی عدول کرد. از حقیقت عدول نکردیم، اتفاقا نکشتن بیگناهان، نکشتن هزاران هزار شهروند غیر نظامی. آها، یعنی شما میگید اگر که حتی اگر نمیکشتن، اگر نمیکشتن و وای میسادن که نازی‌ها بکشن، باز باید این به معنی یک حقیقت مطرح میشد که ما در یک انتخاب اخلاقی به جای شما همچین انتخابی کردیم. حالا آیا شما راضی هستید یا راضی نیستید؟ اما وقتی ما انتخاب میکنیم و میگیم این انتخاب یعنی ما به جای ملت انتخاب میکنیم، ولی به گونه دیگری حقیقت نشون، مثلا میگیم ما در فلان کشور داریم میجنگیم، از فلان مستبد داریم دفاع میکنیم، اون کشور ویرانه شده، اما به خاطر منافع ملی است. اینو شما نمیگید که منافع ملی. بله بله، بذارید برمیگردیم به، امیدوارم فرصت بشه البته در پرگار یه جا ما مفصل راجع به منافع ملی صحبت کنیم، تو آرشیف هست. آقای گاهردانی، در جامعه‌ای که مصلحت به کلی بی‌حیثیت شده، برای اینکه مصلحت برابر با منفعت طلبی، مصلحت برابر با اینکه هر کاری باید بکنی که وضع موجود حفظ شه، به زندان انداختن، کشتن، اعدام، همه این چیزا فریبکاری، مصلحت به این معنا که تو به خاطر حفظ نظام دروغ بگی که به طور رسمی گفتن دیگه، در چنین جامعه‌ای واقعا امکان اعاده حیثیت از مصلحت هست؟ بحث اساسی اعاده حیثیت مصلحت نیست، بحث اساسی اینه که شما از حقیقت گرایی افراطی و مصلحت گرایی افراطی بپرهیزید و بدونید که اینها لازم و ملزوم هم دیگه هستند و اینکه کجا شما باید با مصلحت اندیشی بکنید بستگی به اجماع درونی اون جامعه است. اگه اجماع درونی شکل نگرفته باشه، اونجا دیگه رهبران اون جامعه هستند که در اصل خطر دارن، ریسک میکنن و اگر انتخابی بکنن کون انتخاب با ارزش داوری جامعه همسو نباشه، اونجا اون شهرتشون هستی یک جامعه، ثبات سیاسی یک رژیم یا یک جامعه اصلا در معرض خطر قرار میگیره و اون هشدار میده که این انتخاب اخلاقی غلط اینجا. به خاطر همین در مسئله کرونا شما میبینید، آیا منظور شما اینه که تعامل اجتماعی حتی در نظام‌های بسته
عملاً یک چارچوب‌هایی می‌گذاره که باعث میشه مصلحت اندیشی و مصلحت گرایی به منفعت طلبی صرف نکشه، به گفته ایشون به دیکتاتوری نینجامه. نه، به خاطر اینکه نظارت ها همیشه وجود داره، یعنی به خاطر اینکه هیچ کسی قادر متعال نیست، نه آقای خامنه ای است نه ترامپ هست، هیچ کس قادر متعال نیست، بنابراین رفتارها و گفتارهای اونها همیشه در معرض دید و ارزیابی و ارزش‌داری. چند ساله اخیر نشون نداد که هم ترامپ هم در ایران. شما در ایران شما می‌بینید در مسئله کرونا آقای خامنه‌ای گفتند که من هر حکمی که یک پزشک متدین بدن من تابعیت می‌کنمش. یعنی بحث اساسی رو بردن رو شکل دادن اجماع، اجماع و تخصص. بنابراین اینجا از مسئله بنزین و قیمت افزایش قیمت بنزین یه درسی آموخته بود جامعه و کل سیستم حاکمیت آموخته بود که باید در اصل حکومتداری و زمامداری بر اساس رضایت عموم باشه، ولی این رضایت عموم همیشه قابل شکیری نیست، به خاطر اینکه شما مسئله در مسئله زن مثلا حجاب به این راحتی تضاد منافع هست، برداشت‌ها متفاوته. بحث ایشون اینه که یک رابطه‌ای وجود داره بین مصلحت و حقیقت، ما باید یک تعادل این وسط برقرار بکنیم. من فکر می‌کنم بین دروغ و راست تعادلی وجود نیست. اصلا یک جمله‌ای داره کارل ساگان، خردمند و فیزیکدان معاصر، میگفتش که گزاره‌ای که توسط حقیقت نابود میشه نابود شدنی است، اصلا باید نابود بشه. ما نمی‌تونیم دروغ رو نگه داریم به یک گونه‌ای باش مماشات بکنیم. این خیلی شبیه استدلالی است که خیلی از دینداران می‌کنن که آقا ما بین علم و دین باید به یک تقابلی برسیم. آقا یکی داره از تعامل تعامل بله ببخشید تن. یک چیزی اون وسط رو بگیریم، نه خیلی دینداری نه خیلی علم. نکته اینجاست که آقا علم هدفش حقیقته، از حقیقت نمیترسه، از حقیقت نمیهراسه. شما وقتی از دین دارید دفاع میکنید مشخصا دارید از ایمان حرف میزنید. ایمان اصلا رابطه ای با حقیقت نداره. شما از طریق ایمان به هر چی که دلتون میخواد میتونید باورمند بشید. شما فکر نمیکنید در بحث علم و دین و همینطور در بحث اخلاق دوچار یه نوعی پوزیتیویسم یا اثباتگرایی صرف هستی؟ بله، حقیقت اینجاست، دروغ اونجاست، بین اینا هیچ مناسبتی نیست. من زندگی روزمره ما نشون نمیده که بین دروغ و حقیقت. من به روش دارم فکر می‌کنم. من معتقدم باید روش، یعنی یاد بگیریم اندیشه نقادانه رو به انسان یاد بدیم که وقتی از حقیقت صحبت می‌کنیم فقط قضیه حقیقت اعتلایی اون بالا نیست، ما حقایق علمی رو بفهمیم و بدونیم که یک استدلال استنتاجی چیست، استدلال استقرایی چیست، استدلال استقرایی بهترین تبیین چیست، یعنی در شرایط مختلف بدونیم عقلانی کدام است و حقیقت بین این ستا، مثلا بین سه گزینه مختلف که اونی که بیشتر احتمالش بیشتر رو سراغش بریم. این ذهنیت ذهنیتیه که مثلا حقیقت میره، ذهنیتی که دلش میخواد انتخاب بکنه میتونه به هر خدایی باور پیدا کنه. آقای امیری، شما پیش حتما اومده که به دوستی، آشنایی، خیشان، عزیزان یه چیزی رو فکر میکنی باید بگی ولی بعد به این نتیجه میرسی که نباید بگی؟ من با حقیقت اینجا چجوری حل میکنیم؟ حتما من فکر میکنم که آیا سعدی بیان این وضعیت نیست و راه درست رو به شما نمیگه؟ من فکر میکنم که وقتی ذهن یک انسانی به گونه‌ای تخریب شده که با هیجانات، با اختلالات، با چیزهای دیگه اصلا حقیقت رو نمیتونه بفهمه و مشکل با حقیقت داره، من باید زمینه‌های آماده کنم که حقیقت رو به عنوان یک دارو به اون ذهن بدم. این کاریه که روانشناس میکنه و حتما من معتقدم در آخر سر نوشدارو حقیقت است، چون اصلا حقیقته که ما رو رها میکنه. اصلا در جمله کتاب مقدس، حالا من که باور ندارم ولی حقیقت رهایی میبخشه. یه نکته در این صحبت آقای امیری هست، آقای گوهردانی، این نکته هم این است که اون جایی که تن میدم مصلحت با خودم راحت نیستم و در نهایت بین فکر میکنم که کجاست که برگردم به حقیقت و حقیقت رو بگم. واقعا مصلحت جویی شخص رو از این حالت دور نمیکنه، یعنی راحت باش با خودت، مصلحت رو چسبیدی و این مسیر همینجوری به سمت پایین میره تا به جایی که به فساد میانجامه، به نمیدونم. یعنی اگر شما وفادارید به حقیقت رو حفظ کنی، اونجایی هم که به ناچار در شرایط استثنایی تن میدی مصلحت، ناراحتی، نگرانی با خود تنش و میگی که در اولین فرصت ممکن من برگردم به بیته حقیقت رو بگم. همیشه همین بحث سیمون دووار یک کتابی داره به اسم Ethics of Ambiguity، در مورد اخلاق ابهام، که زندگی و حیات انسان به خاطر اینکه از پیچیدگی برخورداره، مثلا ما هم ماده هستیم، هم مادی هستیم، معنوی هستیم، هم جبر و اختیار، پیچیدگی های زیاد داریم، هم فرد هستیم، هم وابسته به خانواده، گروه، جمع، ملت هستیم،
وجوه ابعاد متفاوت داریم، هماهنگ کردن این ابعاد مختلف با هم دیگه در هر انتخابی از ابهام برخورداره و شما لامحاله از یک ظرفیت اختیار برخوردار هستید که اون بستگی به مهارت اخلاقی شما، مثل درایوینگ، مثل رانندگی، مثل فوتبال کردن، شما می آموزید در یک فرهنگ و تاریخ خاصی که چجوری اخلاقی رفتار، بستگی به حساسیت اخلاقی شما. اگر انسان اخلاقی داشته باشید و حسنیت اخلاقی داشته باشید و شما شناختی میشید به حسنیت اخلاقی، به شهرت پیدا میکنید بهش، اونجا به این ورطه مصلحت گرایی افراطی نمیافتید. خب بخاطر اینکه بحث اساسی اینه که قاعده حق طلبیه، حق جوییه، راستگوییه و دروغ فقط استثناست. اونجا شما قدرت تشخیص پیدا میکنید در کدوم موقعیت، موقعیت بسیار حساس و پیچیده، مثلا شما برای اصلاح ذاته ببینید دو دوست میخواد آشتی ایجاد کنید، اینا عصبانی بودن، دلشون با هم دیگه همچنان هست ولی عصبانی بوده، حرف زشتی با هم دیگه زدن، شما نمیاد اون حرف رو با هم دیگه منتقل کنید، حرف خوب بود ولی بس داد باعث اصلاح ذاته بین اجتماع خیلی متفاوته. من حتما موافقم که در بعضی از شرایط یک انسانی اصلا به طوری ذهنش مشکل دچار مشکله که فرق حقیقت و غیر حقیقت رو نمیفهمه و خیلی وقتا گفتن حقیقت ممکنه باعث فروپاشی ذهن بشه، باعث خودکشی بشه، باعث بشه یه آدمی از، ولی ما یاد گرفتیم کم 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 که هر چقدر انسان‌ها رو به واقعیت نزدیک می‌کنیم مثلا انسان‌ها سالم‌تر میشن، جامعه جای سالم‌تر میشه. حالا من می‌خوام اینو به دموکراسی بکشونمش که ما وقتی یاد بگیریم که به انسان‌ها اجازه بدیم خودشون برای خودشون یعنی اراده اکثریت بر اقلیت بیفته، دیگه احتیاج به دروغ نداریم. دموکراسی با این صحبتی که شما می‌کنید، یعنی حقیقت‌جویی، حقیقت مطلق را جستن و در اونجا ماندن، خیلی با این درست نشده. دموکراسی راجع به اینه که چجوری با هم سازگار شیم و کار درست انجام بدیم. یکی از فیلسوفان قرن 20 حرف خوبی زد، رورتی، گفت که دموکراسی مقدمه بر فلسفه. یعنی میخواد بگه که ما در بحث دموکراسی راجب این حرف نمیزنیم که حقیقت پیش کیه، راجب این حرف میزنیم که چجوری با هم سازگاری داشته باشیم. روسی دقیقاً عملگرایانه داره داستان نگاه میکنه. دموکراسی راجب مصلحت جوییه. بله بله. خب من میخوام اتفاقا برعکس، رورتی اتفاقا اینجا داره عملگرایانه به سمت حقیقت میره. یعنی تئوری رورتی اصلا، اگر البته اشاره نکردم، ولی یک تئوری دیگری از حقیقت داریم که تئوری عملگرایانه است. خب حالا نکته اینجاست که دموکراسی، وقتی شما، من وقتی میگم دموکراسی و حقیقت یک جا میافتن، یعنی که شما اگر پیش خودتون بشینید و بگید آقا به نظر من بهترین انتخاب در یک شرایطی برای یک جامعه چیست، من ممکنه بگم حتما دموکراسی، ممکنه کسی بگه نه دیکتاتوری، اما اگر حقیقت رو انتکار نکنه و اون چیزی که باور داره رو بگه، بگه آقا من باورم این است که دیکتاتوری خوب است، شما موضعتون نسبت به جامعه درست دارین بیان میکنید و اگر جامعه به شما رأی بده میدونه به کی داره رأی میده. من مشکلی ندارم اینکه یک جامعه بخواد تحت نظر 50 نفر اون آدم اون بالا شکنجه بشه حتی، ولی تا به طوری که هر 4 سال یه بار اینا بگن آقا شما اون بالا هستید دوباره بهتون رأی میدیم هر کاری دلتون میخواد بکنید، من با این مشکل ندارم. ولی حقیقت دیگه انکار نشده. در دموکراسی، در دیکتاتوریا همیشه یک جای حقیقت انکار میشه که اقلیت مصلحت رو دموکراسی ها نمیشه، در دیکتاتوری من دموکراسی ها نمیشه واقعا. من فکر می کنم حتما دموکراسی ما اشکال داره، یعنی من فکر می کنم که ما به یک نیشن استیت یا دو کشورها، دولت کشورها سر بر سر راه دموکراسی هستن، چون منافع ملی میاد به خاطر منافع ملی ما مجبور به تبلیغات میشیم، ما به کره زمین دیگه فکر نمی کنیم. من فکر می کنم در شرایط اتفاق میفته که ما به کل کره زمین و به کل انسان آقای امیری که به نظر من خیلی مشکل رایجیه بین روشنفکرات سکولار هست، یکی بحث به قول آیزیا برلین مطرح میکنه به اسم مونیزم، به جای کثرت‌گرایی در حقایق، شما احساس میکنید که یک حقیقت واحدی وجود داره که همه باید به سمت اون همگرایی بکنن. خب قائل نمیشید که چه به لحاظ اخلاقی، چه به لحاظ معرفت شناختی، چه به لحاظ روش شناختی، چه به لحاظ وجود شناختی، شما چارچوب بحث کن همین بوده که ما پارادایم های مختلف داشتیم، حتی در خود علم یه تحولات و انقلابات چیز داشتیم، یک چارچوب واحدی که حقایق رو به ما عرضه بکنه، چه در حیات اجتماعی، چه در حیات علمی، چه در حیات دینی وجود نداره. در اصل این چارچوب های رقیب اینجا آقای گوهردانی، من فکر نمی کنم
وقتی آیزایا برلین فیلسوف لیبرال قرن 20 اومد گفت که مونیسم یعنی یکتاگرایی در بحث حقیقت اشتباه است، منظورش این بود که پارادایم های مختلف قول شما هست، این دید پست مدرنیستی رو نداشت که بله حقایق مختلف هست، پارادایم های در واقع اون داره میگه که ما بهتر از طریق کثرت گرایی بریم به سمتی که با هم دیگه خوب کنار بیایم، فلسفه لیبرالیستی. خب شما دارید تبدیلش میکنید به یک چیزی که عملا جز نسبیگرایی نمیشه اسمی روش گذاشت، یعنی مصلحت جویی پیشه کنیم به دلیل اینکه حقیقت یکتایی وجود نداره. نه، بحث اساسی ایشون بحث اینکامنسریبیلیتی رو اصلا آیزایا برلین مطرح میکنه، بحث یعنی که سنجش ناپذیری. خب. که شما یه چارچوبهایی دارید که با همدیگه قابل مقایسه و قابل سنجش نیستن. مثلا شما چارچوب زندگی بودیسم رو در حوزه حیات اجتماعی و سیاسی، حیات اجتماعی سیاسی، در حیات علمی هم همین جوریه. یعنی شما در بحث پارادایم ها که نگاه کنید، چارچوب اینشتینی تعریفش از مفاهیم، از جرم، از طول، عرض، از زمان، از مکان با دنیای نیوتنی، با پارادایم نیوتنی کاملا متفاوته. حقیقت اینجا این کار نشده. بحث اساسی تفاوت پارادایم ها همینه که شما سنجش ناپذیری وجود داره. خب آیا منظور شما آقای گاهردانی این به قول شما پارادایم ها یا نظام های فکری متفاوت، آیا شما رو به اینجا میرسونه که مثلا وقتی راجع به ایران صحبت میشه از حقوق بشر، از نگاه جهانی صحبت نشه، برای اینکه پارادایم حقوق بشر که حاصل یک یا نگاه حقوق بشری که حاصل یک پارادایم دیگه است با ایران جور در نمیاد، به اینجا میکشونه شما رو؟ شما وقتی در سال 1947 بحث میشد در مورد چیز حقوق بشر، منشور حقوق بشر در سازمان ملل، در اصل مردم شناسان آمریکایی، یعنی انجمن مردم شناسان آمریکایی، یه اطلاعیه چاپ کردن، گفتن که ما نمیتونیم قواعد جهانی داشته باشیم که قواعد حقوق بشر جهانی داشته باشیم. که البته در دهه‌های بعد خیلی از مردم شناسا اومدن این رو خطا دونستن و یعنی یه عده ای از مردم شناسا چه این نظر، این تفاوت‌ها همچنان وجود داره. شما آیا شما الان معتقد هستی که مصلحت اقتضا میکنه که یک نگاه حقوق بشری پذیرفته شده جهانی که حاصل یک پارادایم متفاوته بر ایران اعمال نشه؟ فکر میکنی این یعنی این به نظر من باعث میشه که بحران های جامعه ایران رو شما باید بعد بحث conflict resolution، یعنی که بتونید رفع تنازع بکنید، ببینید که دغدغه جامعه ایران چه هست، اونایی که مخالف با حقوق بشر هستن در کجاها مخالفن، در کجاها همگرایی وجود داره، در یه جایی همگرایی وجود داره، در یه جایی واگرایی وجود داره. این نقاط همگرایی رو از طریق گفتگو و از طریق اینکه شما زمان میدید به اینکه اون جامعه بتونه مثلا مسئله همجنسگرایی رو، همجنسگرایی در تاریخ غرب یه تحول تدریجی داشته که جامعه هضم کرده، مثلا 60 سال پیش که در ایران فکر میکنید چه چیزی که در جامعه ایران بخاطر اینکه یک غولی وجود داره به اسم غرب که اون حقایق خودش رو به همه جهان تحمیل میکنه و خودش رو سلف رایچسنس داره، فکر میکنه که همه تنها حقیقت در دست خودشه و این مختص اونجا هم نیست، اونایی که اسلامیست هم هستن همینجوری هستن، میخوان حقوق اسلامی رو برای تمام جهان صادر کنن. پس بنابراین صدور حقیقت هست که مشکل، مسئله رفع اختلافات هست. من مشکل دارم با این تئوری که یک چیزی رو ما فکر میکنیم حقیقت هست و صادرش میکنیم، باید بپذیریم که عقل جمعی اگر این رو میخواد پس بپذیریمش. این باز به حقیقت برمیگرده که حقیقت رو انکار نکنیم، اما در دیکتاتوری ها همیشه اقلیت اعدادی نشون میده، استاتیستیکی نشون میده، آماری نشون میده که خودش رو اکثریت نشون، همینجا حقیقت انکار شد. یعنی با انکار نکردن حقیقت خود به خود شما ابزاری برای دیکتاتور بودن ندارید، باقی نمیمونه این ابزار. مشکل اساسی دموکراسی اینه که شما اصلا در جامعه ایران اقلیت اکثریت شکل نمیگیره. به خاطر چی؟ بخاطر این جامعه ایران بینابینی و تأخیریه، در هر موقعیت خاصی هست، مثلا در وقتی که شما شاهنشاهی هستید و الگوی حاکمیت شاهنشاهی حاکمه، شما اون بعد اسلامیتون رو و بعد غربی که نادیده گرفته شده رو در اصل اون احساس میکنید که اون جنبه رو میخواید. وقتی در فضای اسلامی هستید جنبه ایرانگرایی و غربگراییش رو میخواید. بنابراین جامعه ایران به یه ثبات در
اقلیت و اکثریت نمیرسیم. ممکنه امروز به این نتیجه برسه فردا اقلیت و اکثریت هر موضوعی با هم فرق میکنه. یعنی شما میتونید در جریان برگزیت اقلیت یا اکثریت باشید، در جریان سیاست خارجی اقلیت، یعنی اقلیت و اکثریت یک چیز واحد نیست، در هر موضوعی تغییر میکنه. شما جوری راجع به جامعه ایران صحبت میکنید که انگار هیچ چیزی شکل قطعی و تعیین یافته نه، در صورتی که چنین نیست. الان نه فقط آمار و ارقام، بلکه حس عمومی ماها به ما میگه که افکار عمومی شکل گرفته که مخالف حجاب اجباریه. چطور شما میتونید بگید در این زمینه معلوم نیست افکار عمومی؟ واقعا افکار عمومی شکل گرفته، بخشی به دلیل دنیایی که درش آگاهی رسانی و انتشار اطلاعات فوق‌العاده سریع انجام میشه، بخشیش به دلیل توسعه انسانی که در چند دهه اخیر رخ داده به رغم سیاست‌های حاکم. الان آگاهی عمومی یا افکار عمومی جامعه شکل گرفته، نمیشه گفت اینقدر متشتته که شما 200 ساله اگه در تاریخ ایران نگاه کنید اجماع‌های موقت در جامعه ایران شکل میگیره. مثلا شما اگه در دوره انقلاب نگاه کنید جامعه ایران به نظر میسه که به شدت اسلامی شده و با ارزش‌های غربی وداع کرده، ولی وقتی که کل هزینه‌های زیستن اسلامی رو دید کم کم از اون کنده شد و دوباره برگشت به آغوش یه نوعی از غرب‌گرایی. کماکان جامعه ایران چنینه فکر می‌کنه. الان الان برمیگرده دقیقاً. الان به نوع غرب‌گرایی می‌رسه. وقتی شما بعداً آزادی‌های جنسی بیارید، وقتی بعد حاملگی‌های ناخواسته رخ بده، سقط جنین رخ بده و اون کل هزینه‌های سبک زندگی غربی رو ببینه، انسان ایرانی به خاطر اون اینکه بینابینی و تأخیری هست، یعنی هم اسلام‌گرا هست، ایران‌گرا و هم مدرن هست، نهایتا اون جنبه های ارزش های عرفانی و معنوی اون رو کاملا میبینی که در جامعه داره از بین میره و علیه اون نظم جدید هم طغیان ممکنه میکنه. ممکنه به یک اجازه اجماع جدید شکل میگیره. بنابراین نوسان دائمی در تاریخ 200 ساله ایران وجود داره. چون این نوسان دائمی هست، شما فکر میکنید که نمیشه صحبت از چیزهایی کرد که حاصل به گفته ایشون عقل جمعی جهانیه و اینها به شکل مثلا منشور حقوق بشر تبلور یافتن؟ نمیشه چنین چیزهایی رو به جامعه ایرانی یه جوری قبول انتقا؟ نه، این نباید. این یک نوع اجماع تدریجی بدون فشار از خارج اگر شکل بگیره، بدون اینکه شما بخواید تغییر رژیم انجام، هر مسئله کوچکی رو در زمان شاه هم همینجوری بود، هر بحرانی تبدیل میشد به یه عنصر برای تغییر رژیم. اونجا اگر شما اجازه بدید که فرآیند تدریجی عمل بکنه، اونجا امکان شکل گیری اجماع های جدید پایدار هست دیگه، بازگشت ناپذیر. از این حقوق بشر یه ذره گول زننده است اینجا. اگر ما به جامعه ایران اجازه بدیم که همه با هم تصمیم بگیرن، یعنی قرار نباشد که بین زن و مرد، بین شیعه و سنی، بین بهایی و غیر بهایی فرق رأی باشه، همه با هم یک رأی داشته باشن و نظارت استثنایی نباشه، من فکر می‌کنم حتی به همچین جامعه‌ای باید اجازه داد در قوانینی که حتی حقوق بشر رو نقض می‌کنه تجربه کنه زندگی دموکراتیک رو در سایه قوانینی که توش از خارج از اسلام مرتد است و میشود کشت این آدم رو. اما وقتی شما از عقل جمعی استفاده میکنین، عقل جمعی کم 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 میفهمه کجاها به خطا رفته. با یک بیت تموم بکنم که میگه چون غرض آمد هدف پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. غرض که اومد جلو، من فکر میکنم از همونجا. بسیار خوب، به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور ممنون از مهمانهای برنامه وریا امیری و فرهاد گوهردانی. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه بون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. شب و روز بر همه شما خوش.